سرخط تازه ترین خبرها. خشم مومعلی رحمان بالای سازمان ملل متحد در مورد حمایتشان از طالبان. طالبان روی خرید نفت و گاز با روسیه توافق کردن، ممکن نرخ بسیار پایین بیاید. افزایش زنکشی در فرانسه، اصل موضوع از چی قرار است؟ و یک مطلب بی نهایت مهم در مورد احمد مسعود که آن را باید از دست ندهید. سلام، با سرویس اطلاع رسانی میفو تیوی خوش آمدید. لطفاً چنل ما را سابسکرایب کنید. خبر بعدی، طالبان روی خرید نفت و گاز با روسیه توافق کردند. وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که هیئت این گروه در سفر به مسکو در زمینه روابط تجارتی و ویژه واردات نفت و گاز با روسیه به توافق رسیدند. وزارت صنعت و تجارت طالبان امروز در خبرنامه گفته است که در این سفر هیئت‌های دو طرف روی روابط تجاری و تشویق سرمایه‌گذاران روس و سرمایه‌گذاری در افغانستان بحث و گفتگو کرده‌اند. بر اساس این خبرنامه، نوردین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، در دیدار با مقام‌های روسی بر سر خرید نفت و گاز به تفاهم رسیده است. عزیزی در این سفر با رئیس جمهور تاتارستان نیز دیدار کرده است، اما جزئیات بیشتری در مورد این دیدار داده نشده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته است که برخی همکاران تکنیکی ما هنوز در روسیه به سر می‌برند و روی جزئیات موافقتنامه بحث‌های تکنیکی خواهند داشت. او تاکید کرده است که پس از حل مسئله قرارداد نفتی، روی چگونگی انتقال مواد خوراکی با روسیه بحث خواهند کرد. هرچند هیچ کشور تا اکنون گروه طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما روسیه از جمله کشورهای پرتعامل با طالبان دانسته می شود. خبر بعدی، افزایش زنکشی در فرانسه. وزارت داخل فرانسه آمار جرم زنکشی در سال 2022 را نشر کرد. بر اساس گزارشنامه که روز جمعه 26 اگست نشر شده، شمار زنانی که توسط همسران و همسران سابقشان به قتل رسیدند 20% افزایش یافته است. طبق آمار رسمی دولت فرانسه، 102 مرد در سال 2022 دست به کشتن همسر و همسر سابق خود زدند. شمار زنان کشته شده در سال 2019 146 زن و در سال 2020 102 زن بوده است. گفته می شود که قاتلان عمدتاً مردان متأهل با تابعیت فرانسه، 30 تا 49 ساله و بیکار هستند. طبق آمارهای نشر شده، شمار این گونه رویدادها در فرانسه در پی شیوع ویروس کرونا و دوران قرنطینه بیشتر بوده است. به این ترتیب در سال گذشته به صورت میانگین هر دو نیم روز یک قتل خانوادگی در فرانسه ثبت شده است. کشته شدن زنان در فرانسه به حد نگران کننده ذکر شده است که رسانه ها مدام درباره آن می نویسند و هزاران زن در اعتراض به این معضل با شعار نه به زنکشی به جاده ها برآمدند. خبر بعدی، نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان. با گزارش سپوتنیک به نقل از افغانستان اینترنشنال، قرار است شورای امنیت سازمان ملل پس از ظهر امروز درباره وضعیت افغانستان تشکیل جلسه دهد. این نشست به درخواست روسیه برگزار می شود و در آن وضعیت اقتصادی و بشری و سایر پیامدهای مداخله نظام آمریکا و ناتو در افغانستان و بحث گرفته می شود. در این جلسه مارتین گریفیت، معاون دبیر سازمان ملل در امور بشردوستانه، نیز توضیحات را ارائه می کند. در نشست روز دوشنبه اعضای شورا احتمالاً در مورد بحران بشری موجود در افغانستان ابراز نگرانی خواهند کرد. همچنین برخی از اعضا ممکن است از جامعه بین الملل بخواهند تا بودجه بیشتری برای پاسخ به نیازهای بشری در این کشور فراهم کند. یادآوری می کنم که با قدرت رسیدن گروه طالبان، بیکاری و قطع کمک‌های بین‌المللی افغانستان را به بحران بشری بی‌پیشینه دست به گریبان کرده است. این در حالی است که تاجیکستان تازه گفته است جهان نباید مردم رنج دیده افغانستان را در شرایط سخت کنونی تنها بگذارد. دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان اعلام کرده است که مومعلی رحمان در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواهان ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به مردم افغانستان شده است. امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، و جهان هشدار داده است که اگر از جبهه مقاومت حمایت نشود، افغانستان باری دیگر
در تاریک ترین شرایط و سخت ترین وضعیت گذاشته خواهد شد و بار دیگر این کشور به لانه تروریسم تبدیل خواهد شد. این در حالی هست که نامه مهدی تدینی به احمد مسعود تو تاریخ را می‌سازی. نامه مهدی تدینی مترجم نویسنده و شاعر ایرانی و احمد مسعود چنین نوشته است: و نقشه افغانستان که می نگرم هنوز کورسوی امید در آن تابان است که فانوسدارش توی. یقین دارم در باورت نمی گنجد که چه امیدهای به نام تو گره خورده است. ناگهان شب شد، شب نکسوف شد، همه چیز و داستانهای اساطیری شبه شده است که ناگهان زمین می غرد و آزرخش بر سینه خاک می کوبد و باد سهمگین تیرگی را بر همه جا می گستراند. بدان که در این شب نابهنگام چشم های بیشمار خیره به توست و بیشمار قلب ها امروز به امید تو می تپد. پیش از هر چیز دوست داشتم بدانی که این همه همدلی و قصداری هموطنان ایرانی هم برای مردم افغانستان حیرت زده هم کرد. این همدلی دلایل متعدد دارد که از شرح آن در این نامه مختصر می گذرد. شاید در آینده نه چندان دور که از این کارزار سهمگین سربلند بیرون آمدی، حضوری دیدمت و از امروز و حال ایرانیان برایت بیشتر گفتم. اما مختصر بگویم، دلیل همدلی من و جامعه مدنی و فریخته ایران با تو به دلیل همزبانی و همفرهنگی ما نیست. آنچه ما را با هم پیوند می دهد معناست، ارزش های مشترکه که همه ما در این قلمرو دردمند و پررنج برای آن مبارزه می کنیم. آرزوهای یکسان ما را به هم پیوند می دهد و البته بیم ها و نگرانی های یکسان که نتیجه پروراندن همان آرزوهاست. احمد عزیز، دشوارترین و پرمخاطرترین لحظه ها را سپری می کنیم و آنچه برایت می نویسم اول برای بیان همدلی من و برادران و خواهران ایرانی هم مندش توست و هم برای ثبت در تاریخ برای من تو تاریخ ساز شدی. فارغ از این که از این پس چی خواهد شد در روزهایی که همه با معنای واقعی کلمه همه، شرق و غرب آشنا و غریب با آزادی خیانت کردند، خود و دیگران را فریفتند و به جای پایبندی به انسانیت، شرافت و اصول بالندگی انسان با دامان مصلحت اندیشی های کوتبینانه و فریبکارانه آویختند، تو به انسان و آزادی پایبند ماندی در زمانه که دولت مردان ناپاک و بی‌هویت نشان دادن که کشور را به مردمانش مانند کالای بیجان خرید و فروش میکنند. تو صدای مردم شدی. برای همین است که صدای تو صدای افغانستان نیست، صدای هر کسی است که به این صحنه گردانی اهرمنی نمیگوید.